نجاتم دادی. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که باز هم فرصت داریم و توفیق داریم با برنامه دیروزمون فردا مهمان خانه های شما باشیم. برنامه امشب از جنس برنامه های گذشته دیروزمون فردا که شما از خاطر دارید نخواهد بود. ما موضوع رو انتخاب کردیم که خیلی ربطی به فضای سیاسی داخل کشور نداره. جنس بحث ما فرهنگی و رسانه‌ای است، منتها یکی از مهمترین و اثرگذارترین و جدیترین نگرانی ها و تخته های حال حاضر فضای فرهنگی داخل کشور ماست. اون چی که مسلمه اون مفهوم مهم جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی که کم و بیش شما در بارش شنیدید مصادیقی داره که وقتی جدیتر بهش نگاه میکنیم میبینیم که خیلی هم به چشم نمیاد. شاید بسیاری تعجب میکنن که این مسائلی که ما قرار است فکر بکنیم ذیل عنوان تهاجم فرهنگی یا جنگ نرم قرار میگیره، ولی یک واقعیته که ابزارهای جدیدی که ما باش مواجه هستیم ابزارهای بسیار خوش رنگ و لعاب، خوشتر، جذاب و گاهن دیدنی است و من و شما و بسیاری از اطرافیانمون شاید کم و بیش باهاش درگیر باشیم. از جنس محتوای نرم افزاری که در DVD های 1000 تومانی و 1500 تومانی در حاشیه پیاده روها میشه دید و خرید و در یک شب یا چند شب برد خونه و تماشا کرد، از جنس سریال های بسیار پرتیراژ و بسیار جذاب امروز دنیا نه فقط ایران که در عرض فقط چند هفته از اکران آمریکایی اونها نگذشته سری زیرنویس فارسی پیدا میکنن و به خانه های ما راه پیدا میکنن و ما گاهن با خانواده میشینیم و اونها رو تماشا میکنیم، از جنس شبکه های ماهواره‌ای که ظاهراً فقط برای پر کردن اوقات فراغت خانم های ایرانی راه اندازی میشه ولی وقتی دقیق میشیم میبینیم که سازنده و مدیر چنین شبکه‌ای همون کسی است که پرتیراژ‌ترین مجله جنسی اوریانگرای کل اروپا رو داره منتشر میکنه و همزمان دلش برای خانم های ایرانی سوخته و یک شبکه‌ای با دوبله فارسی با سریال‌های جذاب خانوادگی با مضامین عجیب و غریب به ما داره در واقع ارائه میده. اینها مسائلی است که ما امشب قرار هست با حضور یک مهمان خاص درباره‌اش انشاءالله صحبت بکنیم. ازتون دعوت می‌کنم که برنامه امشب ما رو هم پیگیری بکنید تا پایان. بیشتر علاقه‌مند هستم که برنامه امشب ما رو خانم‌ها جدی بگیرن و تا پایان اون رو ببینن. ازتون دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. This man changed the world. امام رو انکار کرد. نمیخوام بگم بحث پرونده سازی. نمیتونیم ادعا کنیم که الان ما یک رژیم اسلامی داریم. شما میخوام منم آقای که قرار بدید. شما دستیزی بودید بهش. آره هنوزم دستیزی. فتنه اومد توی خونه. ایران امروز روز مهمی رو پشت سر گذاشت. جواب کجاست این دوریه؟ تشریفم از این که ما قدر و شرایط محیطی که انقلاب اسلامی فراهم آورد رو نشناختیم. ما دفتنی ما بود میخوام رو پرچم انقلاب محکم بردارم. تونستم عجیشون اینم نتونستن اولاد ما نیستن. اصل کراوا سربازهاشو توی خونت پیاده کرد. البته جواب گفتم به من اعتراض نکن. 30 سال تو این کشور یا 8 سال چپ را حاکم بوده یا 8 سال راست حاکم بوده چند سال کارگزار حاکم بوده. اصطلاح چپ و راست از اول قبول نداشتم حالا هم قبول ندارم. شاید واقعا به مذاق توی دستوری خوش نیاد. بیایم اگر یک شخصی رو می‌بینید در داخل مؤسسه اخلاق غیر اسلامی داره، رفتار غیر اسلامی داره، این از دین خودمون از همین امروز تصفیهش کنیم. دو تا نکته رو من ابتدای برنامه خدمت شما عرض بکنم چون
اگر نگم احتمالاً بعداً سرزنش خواهم شد که چرا نگفتم از طرف شما مخاطب ها. نکته اول این که مثل خیلی از برنامه ها ما احتمالاً حرف از پرهیز و توصیه به جدی گرفتن و مراقبت خواهیم داشت در این برنامه. ما این رو متوجه هستیم که حتما شما خواهید پرسید پس بالاخره جوانهای سرشار از انرژی و هیجان که نیاز به ارتباط با جنس مخالف از طریق روش مشروع و معروف و مألوفش دارند چه باید که اینها ربطی به برنامه ما و لااقل این بحث ما نخواهد داشت. ما خواست مسئله فرهنگی صحبت خواهیم کرد. امیدوارم بالاخره ابراز احساسات و روش‌های دقیق ارتباطات عاطفی هم در یک برنامه بالاخره دربارش بحث بشه. ما درباره بعضی از شبکه‌هایی صحبت خواهیم کرد و اتفاقات فرهنگی صحبت خواهیم کرد که اثر تخریبی و تحریک‌های جدی بر روی در واقع گرایش‌های خاص مخاطبان جوانش خواهد داشت. نکته بعد این که اگر ما درباره بعضی از سریال‌ها مثل پریزون بریک، مثل لاس، مثل ویکتوریا، چه می‌دونم امثال این سریال‌ها صحبت خواهیم کرد یا بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای، معنیش این نیست که این شبکه‌ها یا این برنامه‌ها مخاطب‌های فراوان در داخل کشور داره یا حالا میلیون‌ها نفر دارن اینها رو می‌بینن، ولی در همین حدی که آمارها منتشر میشه و در این حد که به طور کاملاً یله و رها و بدون ضابطه و قاعده در کنار پیاده‌روها دیویدی‌های زاتمنیش به فروش می‌رسه، در واقع سنسورهای آدم‌های حساس فرهنگی رو قطعاً تحت تاثیر قرار خواهد داد و نگرانی ایجاد خواهد کرد. همین اندازه ما رو برای ما کافی است که درباره اونها بیاندیشیم و دربارهشون برنامه سازی بکنیم. این دوستان نکته نکاتی بود که باید خدمت شما عرض می‌کردم. اما یه بخشی رو ابتدای برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. نکاتی هست که مقام معظم رهبری به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای و رسانه‌شناس درباره اتفاقات صدا و سیما گوشزد کردن، این رو تقدیم حضورتون میکنیم تا مهمان برنامه در استودیو مستقر بشن و بحثمون رو با ایشون شروع بکنیم. شاید در دنیا امروز کمتر کشوری باشد و شاید هیچ کشوری نباشد که به این اندازه مورد تهاجم سازمانیافته صهیونیست‌ها و مستکبرین و رسانه‌های متکی به پول و سیاست و خواست این مجموعه هاست. سازماندهی می‌کنند فکرهای پیچیده در این زمینه به مرحله عمل در می‌آورند و دو هدف را دنبال می‌کنند: یکی تأثیرگذاری در افکار عمومی ملت ایران است و یکی تأثیرگذاری در افکار عمومی مردم جهان. یعنی امروز فرض بفرمایید خبرگزاری‌هایی که علیه جمهوری اسلامی خبرهای جعلی و دروغ پخش می‌کنند هدفشون فقط افکار مردم ایران نیست، بیشتر از اون در برخی زمینه‌ها تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی جهان است، ملت‌ها و برخی دولت‌ها و دستگاه‌های سیاسی نیز، اونها را هم بدین وسیله تحت تأثیر می‌خواهند قرار بدهند به دلایلی که روشن است. انقلاب اسلامی ایران به مقتضای همون که یک پیام نوین بود، بازتاب وسیعی در میان ملت‌ها پیدا کرد، نه فقط ملت‌های مسلمان بلکه همه ملت‌ها به طور کم و بیش نمی‌توانند درخشندگی‌هایی را که یک نظام مردمی و متکی به ارزش‌های معنوی و پاک و پیراست موندن از فسادهای رایج دستگاه‌های سیاسی در طول 17 سال نمی‌توانند از تأثیرگذاری یک چنین درخشندگی‌هایی در دنیا جلوگیری کنند مگر با تبلیغات سازمانیافته و منظم. خب در این زمینه البته سخنان زیادی
هست که قابل مطرح شدن و فکر کردن و تحقیق کردن است. آقای حسن عباسی مهمان برنامه امشب ما هستند و همین دستان